آره 10 بذارم اینو بدم عقب‌تر. منتها خب ورتکس تول کلا ابزار نیستش که شما بتونید، در واقع نه که نشه، ولی خب خیلی به سختی میشه که بخواید انقدر دقیق کار بکنید و اجرایی کار بکنید. یه مقدار مسیرتون مسیر سخت تری میشه. تو خیلی جاهای دیگه توی این پروژه خود به مشکل میشه، ولی توی پروژه های دیگه خیلی میتونه کمک کنه. مثلا چه میدونم، شما تو شبیه سازی، مدل سازی یه سری فرنیچر، یه سری مدل های خیلی پیچیده در هم تنیده، ورتکس تول واقعا میتونه بهتون کمک کنه. مثلا برای مدل سازی دیتیل های کلاسیک، ورتکس تول توی اسکچاپ میتونم بگم که مهمترین ابزار هستش. اما توی این پروژه شاید خیلی کاربرد خوبی نداشته باشه، میشه ولی به نظر من خوب نیست. به نظرم که از کروی لافت استفاده بکنیم، از کلا مبحث کن، از داستان لافت استفاده بکنیم که یه سری خطوط رو میاد به هم دیگه ارتباط میده، که حالا توی همه نرم افزارها وجود داره لافت، 3D Max، اسکچاپ، حالا اینجا به صورت پلاگین توی اسکچاپ وجود داره، تمام نرم افزارهایی که بر پایه مش هستن مثل سینما 4D، حتی 3D Max، اسکچاپ هم برپایه مش هستش. البته خیلی ربطی به مش نداره، چون مش خودش کلن یه داستان دیگه، ورتکس تول خیلی بیشتر به مش ربط داره، ولی لافت منظورم اینه که تو همه این نرم افزارها هست، وجود داره. حالا بس توی 3D Max به صورت مودیفایر، اینجا به صورت پلاگین وجود داره. خب حالا من این رو میخوام اون داستان روش انجام بدم. باید این رو در نظر بگیریم که خطی که اینجا وجود داره، فرض بکنیم این نقطه از نمای ما، این نقطه از پروژه ما مثلا 25 متر از این طرف اومدیم، شده وسط ما، خب وسط پروژه ما، وسط پروژه ما چه مقدار اختلاف ارتفاع داره با این سر، با این سر، با اینجا چه مقدار اختلاف داره. این الان اهمیت اول کارمونه. من میگم که دو سر پروژه 5 متر اختلاف داره با کجا؟ با سطح وسط پروژمون. خب این چیز تعریفی خودم، حالا طراح اونجا 2 متر گرفته، 3 متر گرفته، 4 متر گرفته، 10 متر گرفته، اصلا ما درگیر این نیستیم، چون حالا هر پروژه میتونه عدد اندازهای خودش رو داشته باشه. و میگم که اینها هم 5 مترن. یعنی این به چه معنی میشه؟ به این معنی میشه که من اینم بذاریم 5 متر. خب یه بار دیگه کنسل شد. به این معنیه که من، خب از اینجا تا اینجا ارتفاع، در واقع اختلاف ارتفاع ندارم توی طول، یعنی توی طول اینجا صافه، اوکیه، مثل اینجا تقریبا، اینجا هم صافه، میبینید صافه. بعد از اینجاها کرو شروع میشه. خب تا اینجا هم با هم دیگه موافقیم. اما میگم که توی این نقطه، توی این نقطه از پروژه، حالا هر نقطه میتونه باشه، شما مثلا میتونید بگید که آقا نه، از این دوتا نقطه مثلا صاف باشه دیگه، قاعدتا صاف باشه راحت تری، مثلا از این دوتا نقطه، حالا شما هر نقطه که خواستید در نظر بگید. من میگم که مثلا از این دوتا نقطه فقط 3 متر اومده جلو. نمیم چه اینجوری میشه، کیبورد اون که فارسی نیست، فکر کنم من یه عدد اشتباهی میزنم که شاید 30 متر اون طرفتر داره کپی میشه. نه خیلی جالبه، میگم که آقا 3 متر، 5 متر، 5 متر، 3 متر. حالا میگم که اینا فقط 1.5 متر اختلاف دارن با اون وسط. بس خب من یه بار کنترل زد بزنیم، مثل این که یه داستانی داره میشه. من یه سیو بکنم، فکر کنم باگ اسکچاپ باشه قاعدتا، بزنیم سیوم بکنم. خب این دوتا رو من دوباره میگم که آقا 5 متر، اوکی، اینا گفتیم که چقدر، 3 متر، اینها 1.5 متر. خب حالا من خطوطمو دارم، خیلی راحت میتونم اینها رو به هم دیگه لافت بکنم، از قاعده لافت استفاده بکنم.
و لافت رو انجام میده. خب هنگ کردش، من یه بار دیگه باز میکنم. خب دوباره اون کار رو انجام میدم. من ناره یه متر دیگه میارم جلوتر، این خطا رو یه مقدار مثلا 3 متر، اینها رو هم یک متر میارم جلوتر. خطوط مد نظرم رو انتخاب میکنم که در بارش توضیح دادیم، از لافت استفاده میکنم. یه بار دیگه خب یه چیزی رو فراموش کردیم، این هم باید بیاد جلو. اینو دقیقا مساویه اینم نیاز نیست بذاریم، چون یه خورده اختلاف ارتفاع دارم، مثلا در حد نیم متر من میذارم. اینا اشتباه بودن. حالا این که به این شکله، خب اگر این مشکل پیش اومد، مشکل که نیست، یه مقدار بی نظمیه توی کار، من اینم برعکسش بکنم، یه بی نظمی توی کار هست. میتونید حالا اینجا با ورتکس تول یه خورده هواش، البته نیازم به ورتکس تول نداره، اوکیه، یه مقدار یه جوی یه خطای دیدی انگاه ایجاد میکنه، چون اختلاف ارتمام خیلی زیاد شده آدم فکر میکنه که اتفاق خاصی افتاده. ما توی اینجا هم، حالا من قبلا توی اینجا هم تقریبا همین کار رو کردم، تو با خطوط خیلی کمتر. بسیار خوب، این هم از این موضوع که حالا ما خطوط هم داریم هنوز، چون مشکلی هم نیست. اما موضوعی که خیلی اهمیت داره اینه که خب اوکی، ما این رو الان شبیه سازی کردیم، فریم شیشه های این رو میخواییم طبق زاویه های در واقع اندازه های مدولار مدل سازی بکنیم، نمیخواییم همین جوری مثلا شیشه ها شکل بگیرن با یه اندازه هایی همینجور بی خودی. خب خیلی هستن میان میگن که خب اوکی، من میام اینجا ویو هیدن جیومتری رو میزنم، اینا هر کدوم بشه یه پنجره دیگه، یعنی هر کدوم بشه با ابزار تولان سرفیس هم کلن، حالا بگیم پلاگین تولز آن سرفیس، از بخش آفست اینجا میان آفست میکنن و میگن که خب همه چیز اوکیه. و مثلا اینجا میان آفست میکنم میگن که خب این پنجره است. من تو خب من طبق این در واقع خطوط پیش ورز این مدل سه‌بعدی نمیخوام این کار انجام بدم، میخوام پنجره هایی تعریف بکنم که فاصله هاش مثلا این چقدر، اینا 1.25 هر کدوم، من میخوام فاصلهش مثلا باشه 2 متر یا 1.5 متر، نه 1.25. خب موقع بعد چی کار بکنیم؟ اون موقع چند تا روش وجود داره، حالا بدون پلاگین هم میشه با پلاگینش رو انجام بدیم. پلاگین اول از پلاگین که با هم کار کردیم قبلا، سالید اینسپکتور که ورژن 2ش هست، و پلاگین اسلایس که باهاش صحبت کردیم توی دوره سلایس 5 استفاده میکنم. خب من میخوام این رو اسلایس بکنم، خیلی راحت این رو میزنم، و با اینکه گروپه میگه که آبجکتتون سالید نیستش، اگر من اینجا یه اینسپکتور بگیرم اینه که خب سالید نیست، بعد چیکارش بکنیم، در واقع داره میگه که کل اینم سالید نیست. یکی از راههایی که وقتی که یه سرفیس تنها دارید، اینجوری یه صفحه تنها این شکلی دارید، برای اینکه به دادش برسید، اینه که از ابزار جوینت
پوش پول، از پلاگین در واقع فردوسی ایکس جونت پوش پول که اینجا وجود داره استفاده بکنید و یه ضخامت خیلی کوچولو مثلا در حد حتی 5 سانتی متر به کارتون بدید که یه ضخامت داشته باشه کارتون. و الان اگر بگیریم می‌بینیم که everything is shiny، یعنی همه چیز اوکیه، میدرخشه. حالا میتونیم اسلایس بگیریم، مثلا بگیم که آقا توی محور X اسپیسینگ باشه، فاصله بین اونها باشه 1.5 متر، تیکنس هر کدوم باشه در واقع ضخامت فریم هایی که می‌خوایم تعیین بکنیم که توی عکس هم اینجا داریم می‌بینیم فریم شیشه هایی که اینجا هست. مثلا بگیم که اونها هم باشه 20 سانتی متر. 20 سانتی متر هم خیلی زیاده ولی مثلا واسه این پروژه شاید منطقی باشه. و همین، البته واسه اون باید باشه که این فاصله که داریم تعریف میکنیم 10 سانت، یعنی میشه 1.30، چون 10 سانتش به این فریم میره، 10 سانتش به اون یکی فریم. اگه میخوایم اون اتفاق 1.5 متر بیفته، من میکنم بشه 1.7 که بشه 1.5. و اوکی، خب حالا ببینید اون داستانه اتفاق افتاد، ما فریما رو خیلی راحت میتونیم بذاریم روی کارمون. اما حواستونم به این باشه که الان باید فاصله هاشون هم بسنجیم. ببینید فاصله ها باید 1.5 متر باشه، ببینید دقیقاً 1.5 متر، یعنی توی محور X زاویه ها کاملا اینجوری چون کجه نشون داده نمیشه، کاملا باید 1.5 متر باشه که دقیقاً درست. خب من قبل از اینکه این کارو بکنم مثلا میتونم یه کپی از کارم بگیرم، یه کپی داشته باشم و حالا این رو تبدیلش بکنم به این کاری که خب سیومم شده، این کاری که می‌خواستیم بکنیم. دقیقاً این رو میارم اینجا و حالا میتونیم خیلی راحت این در واقع فریم هامون رو داشته باشیم. میتونیم این رو سریع متریال شیشه بهش بدیم و فریممون تعریف بشه. خب داستانی که وجود داره اینه که توی افقی هم ما فریم داریم، یعنی هم تو عمودی افق داریم، هم تو عمودی افق داریم، هم توی محور افقی فریم ها رو داریم که خیلی اتفاقا ضخیم‌تر و خیلی بیشتر تو چشمه، هم توی عمودی که حالا عمودی رو گذاشتیم. حالا فرض کردیم که اینا فاصله 1.5 متر ولی خب به نظر توی پروژه بیشتر میاد. این خطوط هنوز مونده که فرض بکنیم که فاصله شون همون 1.5 متر باشه، توی اینجا هم همون 1.5 متر رو تعریف بکنیم، منتها توی محور زد باید